نشو. بله بفرمایید. در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسید، هیچ کس موقع پشمردن فرس با گلی تازه به باغم کافیه. چند وقت میدنی؟ چهار سال. بفرمایید. بخونم. عرض کردم بفرمایید. نفر بعدی لطفا. کی؟ من؟ بله. الان میام. اوکی. بله من الان نمیشه. الان نمیشه. نشو. بله. بیا تو. بچه. راحت باشید. ما میبینیم تو. بله. ولی ما نمیبینیم تو. احتیاجی نیست، شما کار خودتون رو بکنید. خب نماد بدونیم واسه کی داریم میزنی؟ برای خودتون بزنی. واسه خودمون؟ واسه خودمون که زدن نداره. خیلی خوب بابا جان، برای ما بزن. حالا شد، شما آمدیم واسه شما بزنیم، نه واسه خودمون. حالا چی بزنیم؟ چی بخونیم؟ پسر جان، قطعی رو که فکر میکنی بلدی خوب بزنی، بزن و بخون. من کیم؟ یه در به در گم شده یه محله ها، پشت پا خورده ترین صدای شهر بی صدا. از کجا؟ جنوب شهر، اونجا که بن‌بست نفس، اونجا که خواب و خیال زندونی میشه. تو قفاس بساطه یه زب دارم، خونه به دوش و خسته، توی چهار راهی که از چهار طرف بن‌بسته. بساطه یه زب دارم، خونه به دوش و خسته، توی چهار راهی که از چهار طرف بن‌بسته. من کیم؟ یه پاپتی پر از سوال بی جواب، صد تا جاده رو دیوار نقاشی کردم توی خواب. دیوارا قایم شدن اونور پرده های رنگ، عمریه که دل خوشیم به این دروغای
قشنگ بساطه یه زب دارم، خونه به دوش و خسته توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته. بساطه یه زب دارم، خونه به دوش و خسته توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته. خود من اینجا رو ساختم، دیوارا کار منن، رنگا رو پاک میکنم، ببین که نره میزنن. خود من دیوارای زندونم رو ساختم، آره من خودم رو توی چهار دیواری انداختم. آره من کیم؟ یه پاپتی پر از سؤال بی جواب، صد تا جاده رو دیوار نقاشی کردم توی خواب. دیوارا قایم شدن اون بر پرده های رنگ، عمریه که دل خوشیم به این دروغای قشنگ. وسط یه زب دارم، خونه به دوش و خسته توی چهار راهی که از چهار طرف بمبسته. خود من اینجا رو ساختم، دیوارا کار منن، رنگا رو پاک میکنم، ببین که نره میزنم. خود من دیوارای زندونم رو ساختم، آره من خودم رو توی چهار دیواری انداختم. آره من کیم؟ وسط یه زب دارم. باید میرفتم، باید میگفتم که فکر نکنم یه بچه بی سواد پیرش افتاده و هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه. به اون چه مربوط؟ با من باید حرف میزنی نه با اون. منم که پاپی چمون شدم، میفهمی؟ اون میدونه داره چی کار میکنه، بلده شطوری یه بچه رو انگاشت بچرخونه. تویی که نمیفهمی، بیچاره احمق. آره احمقم، خرم، گاوم، بیشورم. خوبه؟ دیگه چی میگی؟ هر چی بگی هستم، ولی عاشقم، میفهمی؟ دوستش دارم، پاشم با میستم. خاک بر سرت کردم بیچاره بدبخت، که با سر داری میری تو منجلابی که فقط زرق و برق داره، بوی ادکارانش گیجت کرده، نمیفهمی چطوری داره خفت میکنه. احمق. الو بفرمی. بله ببخشید جناب علی. بله با
رویا خانم کار دارم. توبا خانم. بله. به رویا خانم بگو تلفن کارش داره. بله چشم. رویا خانم تلفن شما رو کار داره. آقای صالحی گوش رو بذارین لطفا، من برمیدارم. به چشم، گوش خدمتون باشه. نمیتونم تا فردا صبر کنم، باید باهات صحبت کنم. حالا خیلی گرفتارم. دارم میبینم گرفتاری تو، اونقدر هم که فکر میکنی خیلی نیست. وقتا تو زیاد نمیگیرم، قول میدم فقط چند دقیقه. بهار ما یعنی تا دم در خونم نمیتونی بیای؟ نه گفتم که نمیتونم دیگه، داری بچه بازی در میاری. یا باشه دیگه مزاحمت نمیشه، فقط یه چیزی رو میخوام ازت بپرسم. یک کلمه بهم بگو آره یا نه. هستی با هم یا نه؟ چیه بابا؟ ها چیزی شده؟ نه نه باشه دیگه کاری نداره. خدافظ. صبح زود بلند نشین را بیفتینا، بگیریم بخوابین یه استراحتی بکنین. ازاتونم درست میکنم میذارم روی گاز بعد میرم. میگم آه من اگه تو رو نداشتم چی کار میکردم؟ من اگه شما رو نداشتم چی کار میکردم؟ شب بخیر. شب بخیر بابا. یعنی چی میتونه باشه؟ نمیدونم. نکنه جلو برای بچه ها رو گرفته باشن. چیزی نمونده که باعث درد سر بشه. بله بفرمایی. چی شده؟ چی شد؟ به هوش نیومد من. چه خاکی تو سرم بریزم. وقتی غر میزدم داد میزدم برای این بود. جون کندم با نون زحمت کشی بزرگتون کردم. حالش چطوره؟ تلفن نزدم که بیای حالشو بپرسی. خواستم بیای ببینی که چه بلایی سرش آوردی. رفت بچه. از دست رفت بچه. خجالت نکشیدی؟ من جای تو بودم حالم از خودم به هم میخورد. میدونی برادر بدبخت من چند سالشه؟ 23 سال.
انقدر بچه است که نمیدونه برای خودکشی 100 تا قرص و رگ زدن لازم نیست. همین عادتتونه، این خصلت طبقاتیتونه، بوی تعفنتون رو زیر عطر اتکلون میپوشینین و رحم به هیچی نمیکنین. منیشه داره میمیره بابا، بچه داره میمیره، باعث مرگش هم همین تیکیش مامانی که روبروت وایستده. بهش گفتم، 100 دفعه بهش گفتم جایگاه تو بشناس. سرش به درس و مشقش کرد. بچه هم چه میدونه زشق عاشقه چیه؟ اون انقدر ساده و بچه است که نمیدونه گیره چه مار خوشخط و خالی افتاده. بس کن دیگه، تمومش کن. برو فقط دعا کن نمیره، یه موثرش کمشه به آتیش میکشونم. دردتون نیست؟ ماشین گرم ها؟ یه خورده گیج و ویجه، دماغ مماغی نرفته باشه کار دستمون بده. اتفاقا میزونه میزونه. در خدمتی، بفرمایی. آخ که من بمیرم برای زرشک، به کادو زدی. آره؟ برو فقط دعا کن نمیره، دعا کن نمیره، نمیره. فقط یک کلمه بهم بگو، آره یا نه، هستی با هم یا نه؟ اگه نبودم که تا اینجا باهات نمی اومدم. اینو بهش نمیگن قسمت، نمیگن سرنوش. عزیز، کجای دین، کجای مذهب گفته که زندگی فقط حق اونایی که پول دارن، نه منی که باید پودر نخریه هامو پر کنه، یا تو یا اون پدر بدبختمون که بعد از سالها جون کندن پای دستگاه جوشکاری، حالا باید با اون دستای علیلش مسافر کشی کنه تا یه لقمه نون بریزه تو حلق تو منو اون برادر احمقم که شده بازیچه دست آدمهایی که متنفریم ازش. صدا تو بیار پایین مادر، بذار حالش جا بیاد. بعد چی رو بذارم بعد؟ اونه که دیشب دومشو قیچی کردن تموم شد رفت، اینه که بعد آدم شو سر عقل بیاد. خیال میکنی اگه مرده بود اون ککش هم میگذید؟ چی بگم دیگه، چه میدونم والا. این خیالش نبود، بهش میگم 100 تا قرص خورده، رگشو زده. دیدی که چی گفت؟ یه سر گردن اومد و گفت وای خدای من. دیگه فکر نکرد چی سر من و تو اون پدر بدبختمون داره میاد. اون چه مربوطه؟ مگه اونو مرد بزن قرص ریخت تو عرقم یا تیغ برداشت؟ چرا؟ چی کم داشتی؟ چی خواستی که در توانمون بود و بهت ندادیم؟ خودم خواستم این کارو بکنم، چون خسته شدم از بس بهم گفتین چی کار بکن چی کار نکن، با کی بشین با کی نشین، کیو دوست داشته باش کیو نداشته باش، کلافم کردین. بند آوردم دیگه. چون گفتین به درد تو نمیخوره، قد و قواره تو نیست، بند آوردی. چون گفتین به خودت نگاه کن، به ما نگاه کن، به زندگیمون که اون چجوری زندگی میکنه و ما چجوری، بعد بری این بلا رو سر خود بیاری. به اینکه گفتین دنیا شما با هم یکی نیست، با همچین آدمای خوشبخت نمیشین، بعد بری خودکشی کنی. اینا رو تو داری میگی، دنیای تو با اون فرق داره نه من. من مشکلی با دنیای اون ندارم، اتفاقا اگه راستش بخوای مشکل من اینجاست، از زندگی با این آدما، توی این خونه، توی این محله که از در دیوارش نکبت میباره خسته شدم. اینجا نشستین و همش دارین نق میزنین، اونا دارن زندگیشون رو میکنن، منم میخوام زندگی کنم، نمیخوام بپوسم. اگه قراره اینجوری زندگی کنم
بمیرم بهتره. اگه برای تمرین اومدی زوده. اومدم بگم میخوام باهات صحبت کنم. ما هیچ صحبتی با هم نداریم. دیشب حرفاتو زدی، منم جوابتو دادم. تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که اصلا حوصله بچه بازی ندارم. بچه بازی نبود؟ الان اگه همون جواب دیشب بخوای بهم بدی، خب کار دیگه هم نمیتونم بکنم. اومدی همینو بگی؟ نه، گفتن اومده بودی بیمارستان؟ اومدم ببینم چه اتفاقی افتاده. همین خواهرم یه وقتایی قاطی میکنه دیگه، حالش نیست چی داره میگه، قاطیه دیگه. قاطی نکرده بود، چیز بدی هم نگفت. منم اگه جای اون بودم همین کارو میکردم. به اون هیچ ربطی نداشت، به خودش هم گفتم زندگی من مال خودمه، هر جا بخوام ببرمش میبرمش. بچه که نیستم کسی بخواد خط و مشی واسم تعیین کنه. 24 سالمه. 23 نه 24. چند روز دیگه بیشتر نمونده. تو نمیخوای سر عقل بیای؟ بس شو بخوای نه. نمیخوام. یعنی اگه قراره چیزی که دوستش دارم، کسی رو که بیشتر از تمام دنیا میخوامش، واسه خاطر حرف اینه اون بذارمش کنارو، جوری زندگی کنم که دیگران میخوان، نه اونجوری که خودم میخوام. نه. هیچ وقت نمیخوام سر عقل. میتونی با این دست تمرین کنی؟ زورمونو میزنیم. سعیمونو میکنیم. باشه، هرچی شما بگی. باز خراب کردم. یه خورده حواستو جمع کنی درست میشه. اشکالت اینجاست، تا این فاصله در نیاد نمیشه. خب همین پاساژ زدم دیگه. نمیخوام این کارو بکنی. فاصله خب. یعنی چی؟ یعنی سکوت. سکوت هم که معنیش با خودش. گرفتم. یه دفعه دیگه بزنیم درست میشه. بزنیم نمیشه. تعطیلش کنید. هیچ چاره ای ندارم. مجبورم این بخش رو ببرم روی ساز دیگه. یه خورده به این بخش بدی درش میارم. کی؟ نمیتونم صبر کنم ببینم شما این مغز رو تا کی به کار میندازی تا بفهمی بابا سکوت یعنی چی؟ باید ریتمو میشکستم که شکوندم. چطوری؟ تا این سکوت در نیاد که نمیشه. اون ضربه‌ای که پشت اون سکوت میشنوی تو شکم این سکوت به وجود میاد. خب توی این سکوته که اون ضربه شکل میگیره و بزرگ میشه و میزنه بیرون. میفهمی؟ فهمیدم. این دفعه دیگه فهمیدم. حالا گرفتم. اینو اصلا اون اول گفته بودی گرفته بودی. میخوای چیکار کنی؟ بزنم دیگه. به اون دستت؟ بیا اینجا ببینم. ببینم دستتو.
خیلی دارم خراب کاری میکنم نه؟ آره. سکوت میشه به عشق، میشه به آینه رسید، میشه به تک ستاره این شب دیرینه رسید، میشه با طوفان نفس حنجره ها رو زنده کرد، تو بازی یکی شدن میشه تو رو برنده کرد، میشه تو رو برنده کرد، میشه تو رو برنده کرد. اگه خودتو گم نکنی، باد ورد نداره، بهت میگم که واقعا نابغه ای پسر. بگی نگی خودم مثل روز برام روشنه که شب اول کنسرتم یه کامیون گوجه فرنگی و تخم مرغ لهیده خورده تو مخم. زیادی داری تو خوش نکن، میدونی تخمه شونه چنده؟ خب پاراجورون که مفته. آن از شوخی گذشته، اگه قدر این دستا رو ندونی خیلی خیلی خرم. آره دیوونه. میدونی یه لحظه احساس کردم رو هوام، رو ابرو دارم. آره 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 درست هست که درست هست، فقط با یه تفاوت خیلی جزئی، اونم این که جای ابر با دود اشتباه گرفتی. عجب با تمدن اینجا. نمی‌دادم تا لگه همچین جایی. آخه این همه کارد و چنگال و بشقاب و لیوان فقط ما دو نفره. خب آره آدم گیج گیجی میخوره اینجا. ناراحتی؟ راست شو بخوای آره. خب بزنشون کنار. بزنشون کنار. بد نی؟ نه از این خونه دیگه داره عقم میگیره. نگاش که میکنم حالم به هم. میبینی بوی کهنگی گرفته همه جاشو. خونه رو میگم اون اتاق تاریکه رو میبینی؟ بالایی رو میگم، اون چی؟ اون همون اتاقی که چند شب پیش توش داشتم خودم رو خلاص میکردم که نشد. از بدشانسی ما نشد که بشه. اینو داری جدی میگی؟ شوخیم چیه؟ اگه شانس داشتم که تو گیرم نمیافتادی پسر. خب حالا میگی چیکار کنم؟ میخوای دوباره خودم بکشم؟ نه بابا، به درد سرش نمیارزه. فعلا زنده باش تا ببینیم چی میشه. بذار بهت بگم چی میشه.
بخون خودت میفهمی چی میشه. یه پسر گیتارزن بدبخت عین تو با یه دختر پولدار بالای شهری ازدواج میکنه، پدر دختره یه دونه خونه تو جردن براشون میخره، ولی انقدر تو سرش میزنن و تحقیرش میکنن که با داشتن یه بچه 2 ساله زنشو میکشه. تو هم مثل اون 4 روز دیگه هم مثل آشغال میندازنت دور، اون وقت یا مجبور میشی خودتو بکشی یا اونو. آخه مردم چی میگن؟ نمیگن دختر تحصیل کرده ای که توی جامعه مترقی توی خانواده فرهنگی تربیت شده و برای خودش جا و منزلتی داره چطور با یه پسر بچه‌ای که معلوم نیست کجا و تو چه محیطی بزرگ شده زندگی میکنه؟ مادرم هم از حرف مردم مرد. اینو خودتون بارها گفتین که از روسیه اومدین حالش خوب بوده. ربطی به این نداشت. مشکل سر پیانوی بود که با خودش از روسیه آورده بود. اون پیانو همه گذشتهش، همه خاطراتش بود که میزد و گریه میکرد. بله، شما هم به توصیه اطرافیانتون پیانوشو فروختین و اینو براش خریدین، درسته؟ فکر کردم بعض روحیش بهتر میشه. که نشد، هیچ وقت پشت این پیانو ننشست. به قول خودتون نه دیگه صدای گریهشو شنیدیم نه صدای خودشو تا مرد. وضع ما فرق میکرد. درسته که دختر یه نونوا بود، اما از نظر اخلاقی و فرهنگی با دوروبریاش متفاوت بود. اونو با آدمی که حتی حرف زدن درست حسابیش هم نمیدونه یکی نکن. کی گفته حرف زدن درست حسابیشو بلد نیست؟ شنیدم پدر جان. فکر نکن نمیدونم دخترم داره چی کار میکنه و با چه آدمایی در رفته آمده. نه اینکه دخترتون 16 سال است و نمیدونه چی کار داره میکنه و چی کار باید بکنه. به مشکل دیگه همینه. میدونی چند سال ازت کوچیک‌تره؟ چه اشکالی داره؟ شاید از نظر من اشکالی نداشته باشه، ولی دوروبریا رو که خوب میشناسی. کافیه که یه سوژه بیفته دستشون. چه سوژه ای؟ چرا وقتی که یه مرد 65 ساله میره یه دختر 22 ساله رو میگیره کسی چیزی نمیگه؟ ولی من اگه بخوام با یه پسری که چند سال ازم کوچیک‌تر زندگی کنم میشه سوژه؟ چرا؟ فقط به خاطر اینکه یه زنم؟ من که بهت گفتم سن و سالش شاید برام مهم نباشه، اما مورد دیگه شو نمیتونم ندیده بگیرم. آدم دوگمی هم نیستم. تو خودت بهتر از هر کسی میدونی که چه عقیده و مرامی داشتم و دارم. بله میفهمم، ولی شما فقط تئوریش قبول دارین، اونم توی جامعه روشنفکرانه محدود و بسته. نه اصلا اینطور نیست، این حرفو اصلا قبول ندارم. پس چرا نمیتونی مورد اولو ندیده بگیری؟ برای شما چه فرق میکنی که کجا و تو چه محیطی زندگی کرده و بزرگ شده؟ فرق میکنه. ما هنوز تو اون جامعه دلخواه زندگی نمیکنیم. خیلی فاصله داریم با ایدئالامون. بله متوجه شدم. مرگ خوبه ولی برای همسایه. خیلی از کود افتاده؟ ها بله. پیانوتون رو میگم. نه ولی باید کوکش کنیم. این کیه داره میزنه؟ یکی از بچه های هنرستانه، وسش نمیاد تا پیانو بخره. هفته یکی 2 روز میاد اینجا یه سری تمرین میکنه.
چطوره؟ ها؟ خوبه؟ خوبه؟ عالیه. دیگه کادرمون تکمیل شد. زیافت نگاهت میونه این همه شیاد، یه نفس بخون عزیزم، خونه یه هنجرت آباد. یه بغل خاطر دارم، واژه یه باکر دارم، وقت خود سوزی سازه گوشه یه پرده بیداد. وقتی شاخه ها تبر شد، وقتی گل زیر و زبر شد، واسه باغچه گریه می کرد، بیده تکیه داده بر باد. شب و رج زدیم از اول، وقت قتل عام جنگل، آخرین برگ شهامت از سریر شاخ افتاد. دیگه با منی همیشه، با تو آینه پیر نمیشه، چشمای تو طعم تازه به ترانه های من داد. خودت بش بده. آخه کاشکی بهم گفته بودی. خودش هم نمیدونه، یادش نیست. چرا مادر، یادشه. خوبم میدونه، میخواد ببینه ما چی، ما هم یادمون هست یا نیست. بگیر. تولدت مبارک. خانم رستگار، شیبا، سلام. سلام.
کجا بودی تو؟ چی شد؟ تمرین مگه نمی کنی؟ نه، رویا با کسی قرار داشت تعطیل کرد. بی بالا برسونم. نه ممنون، خودم میرم. تو برو به کارت برس. کاری ندارم، تمرینم که تعطیل شد. کار من رسوندن جناب عالی. بی بالا. یادت نره که یاد تو همیشه همراه منه، یادت نره که خواستنت مثل نفس کشیدنه، یادت نره که آینه از تپش تو روشنه، یادت نره نبودنت جونمو آتیش میزنه. تو یا سپر پره با تو چشات شناوره، دل واسه تو در به دره، یادت نره یادت نره یادت نره که عاشقت از همه دیوونه تره، ناز تو رو خوب میخره، یادت نره یادت نره. چرا اینجوری شدی؟ حواست نیست داری یه کله میری یا یعنی عاشق شدم دیگه. یادت نره بردی پسر، بد جوری هم بردی. از این فراموشی بعد یه حرف تکراری شدک، مثل مدار جزر آمد. یادت نره ترانه ها دفتر خاطراتمه، یادت نره بدون تو سقوط من دم به دمه. بغض تو یا سپر پره باق تو چشات شناوره، دل واسه تو در به دره، یادت نره یادت نره یادت نره یادت نره یادت نره یادت نره. مادرمه. سلام خانم، از دیدنتون بسیار بسیار خوشبختم. بندم نیما هستم. داد نزن دیوونه. ای وای، فضولترین آدم مجتمعمونه. از دیدن شما هم خوشبختم قربان. بس کن نیما، تو رو خدا بس کن. فردا اگه پرسیدن چه خبر شده بود و این کی بود، من چی بهشون بگم؟ بگو یه نوازنده مفلوک بیچاره که خدا زده تو سرش عاشق صدای پیانو شده. وقت نمیگن خل و دیوونه بود؟ چرا؟ گفتن قبول کن. بگو آره. بگو بنده خدا دنبال محضر میگشت، بد شانسی یه بار چپ بود و محضر رو بسته، وگرنه خیلی داری تو هم میری. زمان زمان سرعته، تا اینجاش هم کلی عقبی. نمیخوای فکر کنی؟ میدونی داری چی کار میکنی؟ آره، برای فکر کردن وقت زیاد داریم. زندگی رو که شروع کردیم کلی وقت داریم فکر کنیم.
پاک زده به سرت. اینا رو داری جدی میگی؟ نه خیر، مثل اینکه باید برم بالا خودم تمومش کنم. سب کن دیوونه. میدونی به من چیه؟ از رویای پرسی بهت میگه. تون میزنم و بلند چپ و راستم سیم پاره میکنم. دست خودم هم نیست. به هم وقت بده که فکر کنی. نه، با مادرم باید صحبت کنم باهاش. خودت چی؟ من؟ به چی باید فکر کنم؟ به سیم پاره کردنت؟ این روزا همه سیم پاره میکنن، حتی دفزنا. فردا با خودت بیارش خونه، میخوام باهاش حرف بزنم. یعنی من حق ندارم باهاش صحبت بکنم؟ چرا؟ حتما. برای نهار بیارش، میخوام دستپختم و به رخش بکشم. چشم. خانم گل بدم. چنده؟ 500. خانم بقیه پولتو. نیما
از اون طرف یه برو آقا اینجا ترسده که نمونه برداری بشه هنوز نمیدونه ها مطمئنی؟ چند دفعه سعی کردم باهاش صحبت بکنم نتونستم یعنی میدونه مطمئن باش که فهمیده آدم بی سواده نیست که نفهمه توی مدت چه داروهایی میخورده دل نمیخوره محمود هر دفعه هم که بهش گفتم میگه حالم خوب و احتیاجی به دارو ندارم میتونم ازت یه چیزی بپرسم رابطه تو و رویا فقط یه رابطه کاریه؟ نه ولی اونطور هم که فکر میکنیم نیست من فکری نکردم پرسیدم فقط خدا کنه که چیزیش نشه این کارش اصلا درست نیست خوب نیست تو این وضعیت تنهاش بذاری میدونی از نظر روی چه لطمه‌ای بهش میخوره؟ بمونم ممکنه ولی نباشم میگرده ای که پیدا میکنی میذاره جان این روزا چیزی که زیاده گیتاریست الو سلام آقا حال شما؟ بله بهترن دیشب آوردمشون خونه چشم بهشون میگم حتما خداحافظ آقای گررویی بود گفت پسر اومده اسباباشو جمع کرده و رفته مثل این که گفته دیگه بر نمیگرده میدونستم برای همینم بهت گفتم راه تو از این آدم ها جدا کن گفتم باهاشون قاطی نشو چون نمیفهمن پای منافع فردیشون که به وسط بیاد به هر چیزی پشت پا میزنن حتی به خودشونم خیانت میکنن وای به من و تو اشکال از من و شماست آقا جون نه اونو اون که گناهی نکرده این وسط منم که گیجش کردم مقصر منم راستشو بخوای منم گناهی نکردم جز اینکه راه و عوضی رفتم میدونین چرا؟ میدونین چرا آقا جون؟ چون شما آدرس درستی به من نداده بودین یعنی وقتی که باید کمک هم میکردین نکردین درست موقعی قبولش کردین که خیلی دیر شده بود چی از جون این بچه میخوای؟ چرا دست از سرش بر نمیداری؟ من چیزی ازش نمیخوام فقط میخوام بیاد واسه کارشو تموم کنه اون دیگه نمیخواد کار کنه مخصوصا با تو ندارم کسی رو جاش بذارم نمیفهمی چی میگم؟ میگم نمیخواد دیگه ببینتت چرا خودش نمیاد اینو بگه؟ میترسه یا خجالت میکشه از چی باید بترسه؟ از تو؟ اون باید خجالت بکشه یا تو؟ خیلی خوب پس چرا نمیاد پایین؟ چرا خودش نمیاد اینو بگه؟ نمیفهمی چی میگم؟ نمیخواد دیگه ببینتت حرفی نداره باهات میفهمی؟ از اولش هم باید میفهمیدی که اون واسه این زندگی ساخته نشده یه جفت کفش براش خریدی سه روز بیشتر نتونست بپوشه چون انگشتای پاشو له کردن اگه دروغ نمیگی و واقعا دوستش داری راحتش بذار از زندگیش برو برو یکی از جنس خودت پیدا کن این روزا زیاد شدن ممکنه اصیل نباشن ولی پول دارن و زود راه میافتن
چیه؟ باید برخور؟ میدونستم با این حرفا شماها ککتونم نمیگزه. انقدر شنیدین که دیگه گوشاتونم پر شده. میشه ازت یه خواهشی بکنم؟ بهش بگو بیاد سازشو ببره. اون که دیگه کفش نیست پاشو بزنه. تازه داشت درست میزد. تازه داشت را میافتاد. منم میتونم از شما یه خواهشی بکنم؟ از اینجا برید و دیگه برنگردید. هیچ وقت. خداحافظ. بودو بگیرش ببین. من نمیدونستم. الانم هر کاری بگین میکن. شما جوونی، خیلی وقت داری، راه براتون بازه، ولی اون دیگه فرصت نداره. شانسش برای زنده موندن خیلی کمه. خودشم میدونه. وقتی نمونه برداری بشه میفهمه. دکترش که میگه میدونه، میگه از روی دواهاش فهمیده که چه مرضی داره، ولی به روی خودش نمیاره. حتی سردردهای شدید خودشم پنهون میکنه. درسته، این چیزی که شما میگین وسط تمرینم پیش اومد. ما فکر کردیم فشارش افتاده پایین، رنگش شده بود مثل گچ، اما خب نذاش ما بفهمیم. فقط چشماشو بست و سرشو آروم گذاشت روی پیانو. یه دونه از داروهاشم مصرف نکرده. هرچی هم بهش میگم میگه حالم خوبه، احتیاج ندارم. چرا؟ نمیدونم چرا این کارو با خودش میکنه. این چه مبارزه یه که میکنه من نمیدونم. به هر حال متشکرم. خداحافظ. خدا. ماما اگه نیما بود بهش بگو که نیستم. چرا؟ چی شده مگه؟ بعدم میگم براتون. الو؟ سلام نیما جون. نیستش مادر؟ نه نگفت کجا میره. نمیدونم. باشه اگه اومد بهش میگم مادر. یه نفر رو میشناسم که صداش خوبه، ولی ساز زدنش نیما نمیشه. میخوام بگم بهت ببینیش. و تو یادم میگفت میاد همه امروز فردا پیداش میشه. مگه باش صحبت کردی؟ نه همینجوری گفتم.
یعنی فکر میکنم میاد. خدا کنه. از غروب تا حالا همینجور نشسته پایین زل زده اینجا. همسایه ها میشناسنش. دیدنتون با هم. خوبیت نداره همینطور نشسته جلوی در. پاشو برو پایین باهاش صحبت کن. یا ردش کن بره یا بیارش بالا. پاشو مادر. این همه از صبح تا حالا دارم تلفن میکنم که یه دفعه خودت گوشی رو برداری بهم بگی چی شده. چیزی نشده، فقط دیگه نمیخوام ادامش بدم. چرا؟ من کاری کردم؟ چیزی گفتم که نه، مربوط به خودمه، به تو ربطی نداره. یعنی اونا باید بفهمیم چی شده. آره، چه اتفاقی افتاده که یه دفعه چیزی نشده، اتفاقی هم نیفتاده. گفتم که خب پس چی؟ نمیتونم، خیلی فکر کردم ولی دیدم نمیتونم پا به پات بیام. راه تو رو که میبرم هیچ، خودم هم از پا میافتم. راه؟ کدوم راه؟ مگه من چجوری دارم راه میرم که تو نمیتونی با هم بیای؟ بعدش هم چطور تا امروز صبح میتونستی؟ بگو اون اومد راه ما برید، بگو اون اومد پرم کرد. کی؟ کی؟ هیشکی. رویا اومد ریختت به همون رفت. چی داری میگی؟ میفهمی؟ اون بیچاره روحش هم از این چیزا خبر نداره. این تصمیم خودمه. آره آره، تو گفتی و منم باور کردم. اینا همه حرفای اونه. قبل از اینکه بیاد پیش تو اومد سراغ من. دید با من کاری نمیتونه بکنه، زیر پای تو رو خالی کرد. اصلا اینطور نیست. اون بیچاره پاشم به در این خونه نرسیده. آخرین باری که دیدمش قبل از تصادفش درست همین جا بود. پس واسه چی داری این کارا رو میکنی؟ اینا که گفتی همش چرته. پای پاد نمیتونم بیام، راه تو میبرم از پا میافتم. اینا هیچ کدوم حرفای تو نیست. من میخوام حرف تو رو بدونم. باشه، دوست داری اینجوری فکر کنی بکن. میخوای حرف منو بدونی؟ بهت میگم، منو رویا آورد سر اون کار. آورد که کارش را بیفته، نه اینکه زندگیش به هم بریزه. به تو چه؟ اون شاید دلش میخواد زندگیش رو بریزه به هم. مگه تو یا من خواستی؟ ببین، من مثل تو فکر نمی کنم. خودم رو مقصر میدونم، برای همینم میکشم کنار. این دفعه دیگه تویی که زده به سرت، تویی که داری سیم پاره میکنی. شاید، ولی مثل تو خل و دیوونه نیستم که آدمی مثل رویا رو ول کنم و بیام دنبال کسی که به قول تو فقط خوب بلد آدامس بجوه. من گفتم آدامس جویدنی تو دوست دارم، ولی نمیدونم از چی اینقدر میجویی. تو هم گفتی واسه اینکه میخوام زیاد حرف نزنم، میخوام حرفامو بجوام و قورت بدم، درسته؟ آره، ولی این دفعه میخوام حرف بزنم. ازت خواهش میکنم برگردی و بری همون جایی که بودی. جای تو اونجاست و اون تنها کسیه که میتونه کمکت کنه. خوبه خوبه، خب دیگه چیکار کنم؟ ببین، گفتی میخوای حرف منو بدونی، گفتم دیگه بقیهش به خودت مربوطه. فردا رو چی کنیم؟ بیایم نیایم؟ میخوای تعطیلش کنیم؟ صد خندان بیا بالا، صد خندان.
آقا ست خندان بیولا بشین بریم. الو سلام، ببخشید مزاحمتون شدم، میخواستم باهاتون صحبت کنم. من اشتباه کردم، باور کنین میخواستم نیما رو برگردونم، ولی اون فکر میکنه رویا باعث شده من بکشم کنار، برای همینم از دست رویا ناراحته. شاید اگه جور دیگه بود میشد برش گردوند. چیزی بهش گفتین؟ نه، در مورد صحبتی که باهاتون کردم. اشتباه از من بوده. چشم، باهاشون صحبت میکنم. نمیدونم چی بگم. ببخشید یه لحظه گوشی. خانم شیوا هستن. بعدم باهاتون صحبت میکنم. الو، من درباره خودم باهاش صحبت کردم، چیزایی رو گفتم که مربوط به خودم میشه. میدونم، فقط یه چیزی میخوام ازت بپرسم، دلم میخواد راستش رو بهم بگی. خیلی دوستش داری؟ بله، ولی نه به اندازه شما. من در حال حاضر فقط به کارم فکر میکنم، میخوام اینایی که ساختم به اجرا برسونمش. به اینم احتیاج دارم، چون که من نمیاد. یعنی نه این که نخواد، اما نمیتونه. خیلی دوستتون داره، خیلی هم براتون ارزش قائله، ولی باهاتون کارو نمیکنه. خب چرا؟ میترسه. یعنی چه جوری بگم، زندگی شما یه جوریه که اون نمیتونه اونجوری زندگی کنه، نمیتونه نوع حرف زدنشو عوض کنه یا نوع لباس پوشیدن و غذا خوردنشو. میفهمم، من اینو از صحبتاش فهمیدم، تا حدودی هم بهش حق میدم. حالا میفهمم چرا یه مرد 70 ساله میتونه بده یه دختره 25 ساله بگیره، ولی یه زن با اختلاف چند سالم سخته برش. مرد هیچ وقت بزرگ نمیشه، همیشه بچه. آره، همه کاراش بچه بونم، حتی دوست داشتنش. شک منم به خاطر همین چیزاست که نمیدونم، فقط اینو میدونم که تمام این ملودیا رو به عشق این بچه نوشتم. حالا شبیه زنی هم که دوران سخت بارداری رو گذرانده و بچه به دنیا اومده. خب خیلی طبیعیه که حالا بخواد شاهد بزرگ شدن و به اوج رسیدن اون باشه. غیر از اینه؟ نه، من این کارو میکنم، به هر قیمتی شده این کارو میکنم. ولی اگه نخواد بیاد؟ میاد، کافیه یه خورده کمکم کنی. من؟
اشتباه بود. درست میبینم؟ خانم بختیاری؟ چه عجب از این طرف ها؟ اومدم ببینمت. خوش اومدی. باید کار دارم، میخوام باید صحبت کنم. قدیمی ها میگفتن که هر کی از مامانش قهر میکنه میره خواننده میشه، الان هم همینطوره، ولی با این فرق اینه که قهر نمیکنن از مامانشون، بلکه پول آلبوماشون هم از ننبه هاشون میگیرن. این با بقیه فرق میکنه. خب بله همینه، برای اینکه این ننبه هاش نیستن که خرجشو بدن، این خانم بختیاریه که داره کارشو راه میندازه، چراش هم نمیگه. خودش استعدادشو داره، فقط مشکل اینه که نمیدونه، یعنی هنوز خودشو درست حسابی نمیشناسه. همین تو کشفش کردی؟ هر جوری که میخوای فکر کن. حقیقت چه بخوای، من دیگه الان حوصله سرکله زدن با این جوان مامونا ندارم، ولی چون تو میخوای چشم چاره نیست. اصلا نمیخوام مجبورت کنم، اصلا اول ببینش بعد با هم صحبت میکنم. باش بگو فردا بیاد. من نمیتونم بهش بگم، یعنی اصلا نمیخوام بدونه که من دارم براش این کاره رو میکنم. بوی تند عشقی داره به مشام میرسه، درسته؟ اگه بگم نه میگم دروغه. خیلی خوب باشه. شماره چیزی ازش داری؟ آره، ولی یه شماره بهت میدم، اسمش شیواست، دوستشه. یعنی میگی من بهش زنگ بزنم؟ اگه میشه. الو، تاراجم بیا ای یار که من مغلوب مغلوبم، تو این بمبست بی لبخند به جرم خنده مصلوبم. از این روزای تکراری ببر من رو به بیداری، باغ و خاکستر تو از رازم خبر داری. بلوغ عطر بابونه تو آواز تو پنهونه، دل دریای بی مرزه، نگاهت صد تا میخونه، تاریخ خونین غزل گذشته ترانه هاست، طلوع بی پرده تو ختم تموم ماجراست. نمیدونستم آهنگاتونو کس دیگه میسازه. اینا اگه از همون روز اول گفته بودی بهت میگفتم هستم یا نه. آره، ولی حالا میخوام بهت بگم، بگو بگرده یکی دیگر رو بذاره جام. بگو اگه قرار بود با تو کار کنم انقدر مردش بودم که با خودت کنار بیام، نه اینکه اینجوری بخوام نارو بزنم. تموم شد؟ حرفاتو زدی؟ آره، خواستم اینو بهش بگی که فکر نکنه خرمو نمیفهمم. باشه بریم. حتما اینو بهش میگم.
میگم که بفهمه من گیره چه آدمی سر پای انداخته. امثال تو باید 6 ماه پشت در میموندن تا 5 دقیقه هم من وقت بگیرم. همون روز اول بهش گفتم که خرج کردن برای همچین آشغالی مفت باختنه. اگر شعور داشتی که نداری میفهمیدی که چطوری از آشغال دوری اومردت اینجا. خودت خوب میدونی هیچی بارت نیست. خودت خوب میدونی که اگه اون پشتیبانت نبود و پاد بانستده بود الان مثل کر میلودی و جای خوندن زوزه میکشیدی. و اگر فکر کردی که صدای خوبی داری یا ساز عالی میزنی باید به عرضت برسونم که خیلی پرتی بسر. پس ممکنه بفرمایید برای چی پام وایستاده؟ یا به قول خودتون خرجمو داره میده؟ برای این که لطفاً تعطیلش کنیم. برو بیرون. برو گم شو بیرون. تا اون روی سگ من بالا نیامده با اردنگی ننداخمت بیرون. برو بیرون. تو هم عین اونی. خیلی بزرگ میبینی خودتو. ولی هیچی نیستی. حتی آشغال هم نیستی. بابا یکی این تلفن رو جواب بده. سوار این تلفن رو بردار. بله. الو. بله سورن هستم. میتونم با رویا صحبت کنم؟ کجا؟ سلام. سلام دخترم. حالش چطوره؟ خوب نیست. اونجاست. الو کجایی تو؟ چی شده؟ چیزی نیست. من خوبم. پیش رویام. الو؟ الو نیما؟ نیما خواهش میکنم گوش کن. ببین الان وقتی نیست که بخوای. الو؟ نیما؟ نمیخوای آشتی کنی؟ بالاخره یکی من باید منت کشی کنیم دیگه نه؟ کاش میتونستم بهت وقت بدم انقدر که بفهمی داری چی کار میکنی پسر. اشتباه تو اینه که فکر میکنی میخواستم بهت کمک کنم، ولی قضیه کاملا برعکسه. بهت کلک زدم. من عاشق این آهنگا بودم. همیشه دنبال یکی بودم که برام بخوندشون. که زد و تو پیدات شد. الو؟ الو؟ جواب نمیده. دیگه دارم میرم پسرا. الو الو جاست.
میشه لطفا پنجره رو ببندی؟ نمیای تو؟ تلفونه که قطع کردی. آخ، فکر کردم هیچ وقت نمیبینمت، دیگه صدات هم نمیشنوم. میخوام یه چیزی رو بهت بگم، یعنی بهت گفتم، خودت هم میدونی، ولی همیشه فکر کردی دارم الکی میگم. نه به خدا، من نوکرتم، کوچیکتم، خاک پاتم، هرچی بگی. اینا چیه میگی؟ میخوام بگم. چی میخوای بگی؟ همونو بگو. نوکرتم، خاک پاتم، یعنی چی؟ یعنی دوست دارم. خب اینو بگو. آخه خیلی دوست دارم، همیشه میخواستم بهت بگم، ولی انقدر خانمی، انقدر بزرگی که تو هم بزرگی. اگه دست از این خلبازیات برداری، ولی نمیدونم، شاید به خاطر همین خلبازیاته که منم دوست دارم. چی کار باید بکنم؟ بگو بکنم. نفع دیگه قول میدم. هیچی، همین که هستی باش، بزرگ نشو. الان گفتی که بزرگم، بازم که نگرفتی. نه، اون وقتایی که اینجوری نبودم از صد تا حرف یکیشم به زور میگرفتم، حالا که دیگه قاطیم، انقدر که دیگه نمیدونم چی باید بگم، چی کار باید بکنم تا تو راضی شی. غزل ساختی،
چنا باور از آخرین سطر شب طلوعی دوباره در انداختی چه بی خاطره بی نفس بی نگاه کبوتر پراندیم از عمق چاه بکش نره تا اوج ناروزگار خوشا آخرین رقص بر بام دار بکش نره تا اوج ناروزگار خوشا آخرین رقص بر بام دار جار بزن جار بزن زخمه بگی تار بزن خاطره را دار بزن من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده جار بزن جار بزن زخمه بگی تار بزن خاطره را دار بزن من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده ناب شدم ناب شدم بی دل و بی تاب شدم تشنه شدم آب شدم من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده باز بیا باز بیا بغض غزل ساز بیا ناجی آواز بیا من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده جار بزن جار بزن زخمه بگی تار بزن خاطره را دار بزن من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده شعر کجا شور کجا دخمه کجا نور کجا زنده کجا گور کجا من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده سنگ منم رنگ منم ساز خوش آهنگ منم دشمن نیرنگ منم چرخ بزن به ضرب من چرخ بزن به ضرب من جار بزن جار بزن زخمه بگی تار بزن خاطر را دار بزن من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده روز توی روز توی آتش شب سوز توی کاشف امروز توی چرخ بزن به ضرب من چرخ بزن به ضرب من آه منم راه منم قصه کوتاه منم بانگ سحرگاه منم چرخ بزن به ضرب من چرخ بزن به ضرب من بکش نره تا اوج ناروزگار خوشا آخرین رقص بر بام دار چرخ بزن به ضرب من چرخ بزن به ضرب من عشق منم جان منم جام دریدار ببین به تو رسیدم ببین من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده عشق منم جان منم جام دریدار ببین به تو رسیدم ببین من از تن آزاد شده من از تن آزاد شده
من سکوتم.